من فکر کنم که اشاره شما در واقع به انتخابات گام اول، حالا اگر بشه گفت در این نقطه خاص، گام اول انتخابات مجلس هست که چند ماه دیگه ما شاهدش خواهیم بود. و دکتر نایب هاشم همواره جز کسانی بوده که در رابطه با تحریم، البته خودشون هم تو این زمینه میتونن گفته های من رو تکمیل بکنن، جز کسانی بوده که تحریم رو به تنهایی کافی نمیدونسته. یعنی به عبارت دیگه در گذشته اگر دقت کرده باشید، به ویژه بعد از 76، یعنی دوران 76، 1376 دو خرداد، که یک مقداری مردم در داخل کشور، نسل جدید روی کردش این که از ظرفیت موجود در جامعه استفاده کنه. به همین دلیل انتخاب خاتمی که حتی در حقیقت نه به علت فعالیت‌های خاتمی، بلکه به علت این بود که مبارزه در اون مرحله، مبارزه آزادی خواهان، به نقطه رسیده بود که نقطه شروعی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در جامعه بود. دو خرداد اختراع اصلاح طلبان حکومتی و آقای خاتمی و غیره نیست. این برخورد میتواند برخورد ناصحیحی باشد اگر اینطوری تصور شود. و در همون زمان هم بعضی از گروه های دیگه که خب احتمالاً صداقت هم داشتن، صحبت از تحریم میکردن، فقط تحریم. و ما دیدیم که در ایران آنچه که اتفاق افتاد تحریم نبود. عملا آنچه که در ایران اتفاق افتاد، یعنی از 76 به این طرف و تا 88 به جنبش سبز که کشید، نه تنها تحریم بلکه شرکت در انتخابات، یعنی به عبارت دیگه استفاده از ظرفیت موجود، با این امید که بتوان با استفاده از ظرفیت موجود یه حداقل تغییراتی رو ایجاد کرد. شاید این امید در بعضی از افراد نسل جوان بود که خب شاید این حکومت یک جاهایی کوتاه بیاید، شاید. ولی خیلی روشن بود برای کسانی که تجربه حکومت‌های مذهبی و استبدادی رو داشتن که هیچ حکومت استبدادی به راحتی و تنهایی کنار نمیره، چون منافع داره، به خاطر منافع نشسته. حتی وابستگیش به مذهب و یا ایدئولوژی خاص منافع اقتصادیه، یعنی در واقع خارج از این منافع نیست. دلشون نسوخته، اون را اگر دلشون برای قرآن و پیغمبر و مذهب و اینا سوخته بود، میرفتن تو مساجد کارشونو میکردن، چرا باید قدرت سیاسی رو به دست بگیرن؟ بنابراین برای ما روشنه جریاناتی مثل جمهوری اسلامی و یا مثل عرض کنم که آیسیس، در واقع حکومت اسلامی شام و عراق، و یا جریانات دیگه ای که مذهب رو عامل کسب قدرت قرار میدند و یا مکتب رو عامل کسب قدرت قرار میدند، در واقع برای منافع اقتصادیه، نه اینکه محض رضای خدا، حالا عامیانه شو بگم. پس بنابراین اینجاست که مستبدین به راحتی کنار نخواهند رفت، این شک که درش نیست. ما به همین دلیل تردید نداریم، و دکتر حسن نایب هاشم و عزیزانی مانند نایب هاشم هم تردید نیست، تردید نداره، خودشون تو این زمینه مطمئنن گفته های من رو تکمیل خواهند کرد، که آیا واقعا امید هست که این حکومت، آیا واقعا امید هست که این حکومت بیاید و بگوید آها من انتخابات آزاد رو برقرار میکنم، بفرمایید من مثل نظارت استثباتی رو برمیدارم. دکتر حسن نایب هاشم توضیح خواهد داد و توضیح رو روشنتر خواهد داد، ولی خود من بگویم که محاله این چنین چیزی، محاله. یعنی آن زمانی هم که محمد رضا شاه پهلوی اومد گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم، به این دلیل بود که دیگه امیدی به ماندن نداشت. حکومت اسلامی هم
صدای انقلاب رو مدت هاست شنیده، اصلا از ابتدا، اما کنار نخواهد رفت از قدرت. این شکی درش نیست. این حرفو برای کسانی میگویم که میگویند بله ما براندازیم و میخواهند کسانی رو که خواهان تغییرات بنیادی هستند بگویند که شما میخواهید این حکومت باقی بماند. این سوء تفاهم رو برای بعضیا اگر وجود داره برطرف کنم. ما وقتی میگوییم تغییرات بنیادی، در حقیقت بر این باوریم که با وجود این حکومت کوچکترین امیدی به استقرار دموکراسی نخواهد بود. دکتر حسن نایب هاشم توضیح بدن. دکتر نایب هاشم، آیا واقعا این انتخابات موازی شما، یعنی انتخابات پیشنهادی شما، آیا تصور میکنید که رژیم براحتی بهش تن بده و یا امید دارید که رژیم با فراغ بال قبول بکنه این رو؟ بفرمایید، خواهش میکنم. خب من البته صحبت کردم که این به موازات اونه، نه یعنی تلاقی قاعدتا به راحتی ادراک شده نمیگیره. ولی یک مطلبی رو من صحبت بکنم. شما میدونید که عزیزانمون 14 نفر که الان خب تعدادشون در زندان هستن امروز، امیدواریم که فردا دیگه نباشن، اونها خب اولین متنی رو که نوشتن درش استعفای آقای خامنه‌ای رو مطرح کردن و این یه مدار شبهه ایجاد کرده بود که خب شما میخواید ایشون استعفا بکنه، یه رهبر دیگه بیاد، خب همون آش و همون کاسه که بعدن اونها در بیانیه تکمیلیشون توضیح دادن. وقتی اونها از استعفای خامنه‌ای صحبت میکردن، خب برای من محرز بود و خب در یک اشاره فیسبوکی هم به اون گفتم که معنی اون در واقع برکنار تحمیل استعفا است، یعنی اینکه باید در شرایطی قرار بگیره این توازن مردم و حکومت، یعنی این برآمد مردم، که او مجبور به استعفا بشه. هرچند خب تو قانون اساسی میدونید که یکی از مشکلات این قانون اساسی از جمله این هستش که اصلا استعفای رهبری توش پیشبینی نشده، یعنی یکی رهبر هم بشه محکومه که مادام العمر رهبر باشه، مگر اینکه عقلش رو از دست بده، نسیان بهش دست بده، یا خیلی خطاهای شدید بکنه که همون مجلس خبرگان او، اون کمیسیون اصل 111 بیاد مثلا، یعنی آقای جنتی باید تشخیص بده که آقای که خودش قاعدتا به نسیان مبتلا هست، باید نسیان آقای خامنه‌ای رو تشخیص بده که داره یا نداره. برای ما با این شرایط مواجه هستیم، به این معنی محکوم هست، هرچند که خب مطابق اصل 110 تام الاختیار هست و خب همه کار میتونه بکنه، از جمله میتونه استعفا بده. خب میبینیم که در دنیایی هستیم که دو تا پاپ زنده داریم، در دنیایی هستیم که پادشاه ژاپن استعفا میده به پسرش میسپره، یا دانمارک یا کشور اسکاندیناوی که خب اینا مقامای مادام العمر رو دیگه قبول نمیکنه. به هر حال در این چیز، ولی این بحث داره اینه که بحث تحمیله، یعنی اینکه وقتی صحبت کردم من اینکه این انتخابات موازی با یه دری برآمد باید خودش رو، یعنی یه مجلس مؤسسانی عملا تشکیل بشه، یعنی مجلس مؤسسان قطعا لزوما نباید در همون جایی منعقد بشه که اینها میخوان مجلس شورای خودشون رو داشته باشن، ولی یک حکومت دوگانه عملا شکل میگیره در جامعه، یکی از جانب مردم، یکی از جانب خود اینها که هنوز در حال اضمحلال هم که هستن میخوان خودشون رو به اشکالی حفظ بکنن. بس و در مورد یک فراتر از تحریمه، در مورد یک تحریم فعاله و همونجور گفتم به صورت موازی، این که در نهایت حالا چگونه بتونن تلاقی بکنن و چجوری بتونن با همدیگه این دو خط موازی مثل مثلا روند آفریقای جنوبی پیش ببرن یا پیش نبرن، اون دیگه بحث دیگه است، یعنی باید اون قدرت به اون درجه برسه که این تحمیل صورت بگیره. ما هنوز با اون فاصله داریم، یعنی به رغم اینکه خب این دورنما رو می‌بینیم که شرایط تغییر بکنه، بنابراین هیچ نباید انتظاری داشته باشیم که اونها قانع بشن که تغییراتی رو به وجود بیارن، کما اینکه توی سالها قانع نشدن، بلکه باید تحمیل کرد، برای اینکه اونها چیزی رو جز تحمیل نمیفهمن، منطقشون زوره، باید در مقابلش زور باشه. البته زور، ما نشان دادن زور، من زور به معنی این هست شما میتونید پهلوانی باشید مثل یدی عزیز ما، جلوی یک در یک کشتی جلوی یک کسی رو بگیرید که بهتون ضربه نزنه، میتونید هم مشتنی باشید که
کور به دهان دیگری بکوبید. بحث داره اینه که اون قدرت باید داشته باشید، قدرت بازدارندگی در مقابل حرکات مخرب اونها. سپاسگزارم از شما که توضیحی که دادید. آقای نایف هاشم اگه ممکنه اون تصویرتون رو چه میکروفون رو باز کنید آقای نایف هاشم. بله من هستم. میخواستم از شما سوال کنم اون اصولی رو که شما در قانون اساسی پیشنهادی مثلا چه چیزی رو تغییر دادید که فکر میکنید اینا برای دوستانی که نخوندن موضوع اصلی بوده در اون قانون اساسی پیشنهادی، اگه ممکنه اون بنیادهای پیشنهادی خودتون رو توضیح بفرمایید. ببینید این یه قانون اساسی پیرایش شده است، یعنی قانون اساسی فعلی رو که خب میشه گفت با مرکب اسلامی نوشته شده، یعنی شما کمتر اصلی رو میبینید در این قانون اساسی که رد پایی از این اسلامیت رو در اون نبینیم. از عنوانش خب جمهوری اسلامی ایران هست و بند بند اون میشه گفتش که کمتر ماده‌ای بوده که من مجبور نشدم که تغییرش بدم. ولی بعضی از مواد، یعنی در واقع فصلی که مربوط به ولایت فقیه هست، از یه طرف خب قلب اونه و از یه طرف خب کار خیلی بسیار سختی بود چون باید این رو در می آوردیم. من معمولا تشبیه میکنم قانون اساسی فعلی رو به یک موجود ناقص الخلقه به اصطلاح که باید در واقع به دنیا آمده و باید این رو به یک کودک عادی که خب نمیشه قطعا به کودکی تبدیل کرد که خب بتونه چند سباهی عمر بکنه. عمر این قانون اساسی پیرایش شدم قرار نیست خیلی طولانی باشه، یعنی قراره که حد اکثر تا پایان اون مجلس مؤسسان باشه. یعنی مجلس مؤسسان قانون اساسی جدیدی رو تدوین بکنه که کاملا به نظر من این طرحی که حداقل من برای قانون اساسی آینده دارم با این قانون اساسی پیرایش شده پیشنهادی کاملا متفاوت است. یعنی آقای نایب هاشم، یعنی به عبارت دیگه این قانون اساسی در پیرایش شده در حقیقت یک طرح پیشنهادی است برای دوران گذار. بله دقیقاً، یعنی اینکه تا اون دوره، برای اینکه واقعیت اینه که آنچنان قانون اساسی جمهوری اسلامی آنچنان ایراد داره که من همیشه با یه درخت پوسیده که حالا هرسش میکنیم یا با یه همین موجود ناقص الخلقه که به هر حال باید یه چند سباهی نگهش داشت، یعنی باید با این عنوان که من تشبیه میکنم به این که این رو باید قلبشو در بیارید و تمام این دملها و نمیدونم قدرت چرکینی که درون این هست ازش در بیارید و خب بعد اینکه باید این رو بخیه بزنید و تنظیمش بکنید یک سری حداقل هایی رو در واقع جایگزین کنید. من نمیدونم تا شاید فرصت کردید این قانون اساسی پیرایش شده رو مطالعه کنید، دقیقاً بر این مبناست و خب عملا قلب اون که فصل مربوط به رهبری کنده شده، برای اینکه رهبری اساساً زایده، اساساً خبرگان زایده، اساساً مجموعه تشخیص مصلحت زایده، بسیاری از الان اینا ارگان هایی هستن که زاید هستن، ولی خب برای قوه قضاییه لازمه، نمیدونم قوه مجریه لازمه، بس قلبش کنده شده، بقیه در واقع جواره اون تا حد زیادی دستکاری مجبور شده آدم بکنه تا اینکه یه چیزی باشه که بشه در واقع ما رو برسونه به پایان مجلس مؤسسان. یا من میگم یه مثل ماشین قرازه میمونه که مربوط به عهد گذشته است و در وسط راه شما رو جا گذاشته، مثلا تصمیم پرمانش پاره شده، شما باید با تناب مثلا اون رو ببندید تا اینکه به شهر برسه که ماشین دیگه رو بده، نمیشم تعمیرش کرد، باید برید یه ماشین نوعی بخرید یا همون درخت پوسیده. برای همچین چیزیه قانون اساسی جمهوری اسلامی و این، ولی که اگه شما مطالعه بکنید پیرایش به صورتی هستش که خب میشه قبولش کرد برای یه دوران گذار، برای دوران گذار، برای یه چند ماهه یا حد اکثر یکی دو ساله دیگه دوران گذار قرار نیست خیلی طولانی باشه، ولی خب طبیعیه که تو اون مجلس مؤسسان باید قوانین پیشنویس های قوانین اساسی
هرچی جا افتاده پیشرفتر با شرایط جامعه امروزین ما همخوانی دار به اصطلاح همخوانی داشته باشه ارائه داد و از دل اونها و در تبادل اندیشه ها برای قانون اساسی کنونی رو داشته. این اساس ایده و فکر بوده، برای اینکه مثلا فرض کن برای مجلس برای قانون اساسی آینده خب من سیستم دو مجلسی رو مثلا پیشنهاد میکنم و از زاویه خودم، یا مثلا سیستم عدم تمرکز رو در حد نمیدونم یک جمهوری فدرال پیشنهاد میکنم، خب توی این چیزی که هست سیستم پارلمانی رو بیشتر پیشنهاد میکنم تا سیستم ریاستی، که خب قانون اساسی موجود از سیستم ریاستی به توان دو تبدیل که هست، یعنی همه کاره هستش ولی فقیه، و در این حال خب یه رئیس جمهوری هم هست که اسمش رئیس جمهوره، یعنی به اصطلاح مثلا انتخاب میشه، مستقیم انتخاب میشه و خب اون دولت رو داره و نه مثلا نخست وزیر. به هر حال قانون اساسی خاصی رو ما توی دنیا داریم که هیچ جای دنیا دیگه نداره. و توی این پیرایش خب من حداقل موضوع مال 12 سال پیش بوده هست حدودا، خب تمام قوانین اساسی موجود آن زمان رو خب مطالعه کردم تا بشه این رو اون پیرایش رو کرد، اون جاهایی رو که باید در واقع ترمیم میکردیم اون ترمیم رو آدم هرچه بیشتر به درستی انجام بده. این کار انجام شده، ولی خب حالا الان خب دسترسی هست به تمام قانون اساسی های تمام دنیا و خب من حالا پروژه بعدی که فرصتی اگه بشه عمری باقی باشه چون دیگه ما خیلی جوانم نیستیم، اگه اینها باشه دیگه باید روی این آدم کار بکنه که چجوری پیشنویس قانون اساسی مدرن رو برای جامعه ایران به عنوان یک پیشنویس ارائه بده که طبعا با پیشنویس‌های دیگه تداخلی داشته باشه و اگر نهایتا در مجلس مؤسسات بشه ایده آدم بره اون ایده رو در واقع بشه روش کار کرد و قانون اساسی جدید تدوین بشه. خب در این شکی نیست که دکتر حسن نایب هاشم، البته حتی این توضیحات هم نمیدادند، به هیچ وجه با استمرار استبداد هیچ وقت همخوانی نداشتن. یعنی قانون، اگر قانون اساسی رو پیرایش کردن، متنی رو که من خوندم در واقع با مثالی که دادن، اگر بگوییم یک موجود ناقص الخلقه که نه، ولی شاید با اون اتومبیلی که ایشون چون به هر حال موجود ناقص الخلقه ای که الان رو دست ما مونده این ادامه حیات نداره، شکی درش نیست. آقای دکتر نایب هاشم به عنوان حتی یک پزشک کوچکترین امیدی ندارند که این موجود ناقص الخلقه رو میتوان حیات بهش بخشید، هرچند که اون علاقمند هستند که حیاتش حفظ بشه، ولی در مورد این موجود عجیبی که به نام جمهوری اسلامی ملغمه عجیب رو میتوان به یک کارخانه عظیم به اصطلاح در حقیقت تشریح کرد که کارش تخریب اصلا جامعه است، تخریب اقتصاده، تخریب محیط زیسته. ولی حالا این کارخونه با همه دم و دستگاهش برای باید ما رو بالاخره به آنجا برسونه که در حقیقت قطعات مخروب و خراب شده رو، قطعات فاسد رو در آورد، چون اون قطعات اصلا تولید رو تخریب کرده. یعنی در واقع تشریحی که دکتر نایب هاشم به علت حتی تخصص پزشکیشون میخوان بیان کردن، اگر بخوایم تشبیه بکنیم درست به کارخانه همونجور که تخریب، در واقع تخریب جامعه از هر لحاظ، تخریب اقتصاد مطرح هست. ولی همونطور که گفته شد این یه راهنماست برای دوران گذار، برای اینکه دوران گذار مانند دوران روح الله خمینی نشه.